به نام خدا، عرض سلام و احترام خدمت محصلین عزیز. انشاءالله که خوب و سعادتمند باشین. در جلسه پنجم از تدریس مضمون حقوق تجارت بین الملل به خدمت شما هستیم. در جلسه یکی از موضوعات مهم تجارت بین الملل به نام اینکوترمز رو برای شما معرفی میکنیم. جایگاه حقوقی اینکوترمز رو بیان خواهیم کرد و یکی از اصطلاحات اینکوترمز که تحویل در محل کار یا EXWA به شما توضیح میدیم و اما اصطلاحات دیگه از اون انشاءالله به جلسات بعد بیان خواهیم کرد. اما اینکوترمز یا International Commercial Terms که به نام اصطلاحات بین المللی بازرگانی هم یاد میشه، در حقیقت اصطلاحاتی هستن که اگه در قرارداد فروش تجار قید بشن، حقوق و مکلفیت های طرفین در زمینه تحویل و تحول کالا تابع قواعدی میشن که ذیل اینکوترمز بیان شدن. ببینید، تجار برای اینکه از سوی تفاهمات در قرارداد خود جلوگیری به عمل بیارن، لازمه که تمامی اصطلاحات تجاری که در قرارداد قید میشه رو به صورت واضح و مشخص بیان بکنن و ابهامی در زمینه باقی نگذارن. چندین راه برای این کار وجود داره. اول اینکه در قالب یک شرط در قرارداد قید بکنن که قرارداد ما تمامی جنبه‌ها از او تابع قانون کشور مطبوع ما هست. در این صورت، در صورتی که در قرارداد اختلاف نظری به وجود بیاد و یا راجع به در حقیقت توضیح یک اصطلاح اختلاف نظر به وجود بیاد، به قانون کشور مطبوع از رجوع میشه و خب رفع ابهام میشه. اما راه دیگه اینه که از فرم قراردادهای نمونه یا قراردادهای استاندارد که در تجارت بین الملل رواج هست استفاده بکنه، که این قرارداد استاندارد وجود داره، حقوق و مکلفیت‌های طرفین در قرارداد قید شده و در حقیقت تنها اینا مشخصات خود وارد میکنن و یک قرارداد استاندارد. اما راه دیگه استفاده از اینکوترمز یا اصطلاحات بین المللی بازرگانی. اینکوترمز، اول اینکه یادآوری بکنیم که در قالب قانون نیست، بلکه ناشی از عرف بین المللیه و اصولا در تجارت داخلی زیاد رایج نیست. البته مانعی هم وجود نداره که در تجارت داخلی استفاده بشه، اما اصولا در تجارت بین الملل مورد استفاده قرار میگیره. دیگه اینکه دولت‌های اقتصاد آزاد و یا دولت‌های سوسیالیستی از این اصطلاحات استفاده میکنن. در ادامه توضیح میدیم که این اصطلاحات با توجه به اینکه ناشی از توافق طرفین و بر مبنای اصل آزادی قراردادها به وجود دارند، در حقیقت میتونن که توسط طرفین تعدیل بشن یا بنا به یک عرف تجاری خاص تعدیل بشن. اما اینکوترمز چی هست و از کجا آمده؟ اینکوترمز مجموعه شروط استاندارد تجاریه که توسط اتاق بازرگانی بین المللی پیشنهاد شد. برای اولین بار در سال 1936 مطرح شد و تا به حال چندین بار تعدیل شده و اصلاحات در از او به وجود آمده. هدف از اینکوترمز توصیف روش تحویل کالای فروخته شده. یعنی مشخصا تمرکز اینکوترمز بحث تحویل کالای فروخته شده هستش. اما خب ممکنه هدف دیگه در بحث محاسبه قیمت یا بیان هزینه‌های فرعی که در زمینه تحویل کالا وجود داره هم استفاده بشه. اینکوترمز در حقیقت حقوق و مکلفیت‌های هر یک از طرفین قرارداد رو در زمینه تحویل کالا مشخص می‌کنه. ما قبلا گفتیم که این اصطلاحات در قالب قانون نیست و بخشی از حقوق عرفی نانوشته تجاری رو تشکیل میده و البته ممکنه که در کشورهای مختلف هم تعابیر متفاوتی بشه، البته نه زیاد متفاوت، ولی ممکنه با نوعی تغییرات و در حقیقت تعابیر متفاوتی از او صورت بگیره. اما جایگاه حقوقی و قلمروی اینکوترمز چیه؟ ببینید، از ابتدا اتاق بازرگانی بین المللی قصد ندیش که اینکوترمز رو در قالب کنوانسیون بین المللی بیان بکنه که با تصویب بعضی از کشورها اونها جزئی از قوانین ملی کشورها بشن.
بنابراین آمد این کوترمز رو با عنوان مقررات اختیاری در اختیار تجار و شرکت‌های تجاری قرار داد تا در صورت تمایل از اونها استفاده بکنن و جنبه الزامی نداشته باشه براشون. البته باید بگیم که با توجه به اینکه این اصطلاحات چندین بار اصلاح شده، وقتی که طرفین قرارداد میخوان اصطلاحات رو در قرارداد خود قید بکنن، باید بگن که منظور از این اصطلاح با عنوان مثال اصطلاح EXW یا فوبی که ما در قرارداد خود قید کردیم، منظور کدامین نسخه از در حقیقت این کوترمز، چرا که چندین بار تعدیل شده. با توجه به اینکه اعتبار و لزوم این کوترمز از توافق طرفین و با استناد به اصل آزادی قراردادها و اصل وفاداری به قراردادها هست، ممکنه که طرفین قرارداد مقررات این کوترمز رو به تمایل خود اصلاح بکنن و در ارتباط با تأثیرات حقوقی از او تعدیلاتی رو به وجود بیارن و ممانعتی در این زمینه وجود نداره. اما سوالی که در اینجا مطرح میشه اینه که فرض کنین طرفین در قرارداد صراحتاً در ارتباط با تعدیل مقررات اینفوترمز مسئله رو مطرح نکردن، اما در قرارداد خود به اسنادی رجوع میکنن که با مقررات اینفوترمز در مغایرته. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که خب کدام یک از مقررات مدار اعتبار خواهد بود وقتی که صراحتاً از قواعد اینفوترمز عدول نکردن؟ آیا مقررات این کوترمز حاکم خواهد بود یا مقرراتی که مغایر با این کوترمز؟ ببینید به عنوان مثال بیع بین المللی کالا بر قرارداد، مقررات بیع بین المللی کالا بر قرارداد حاکم باشه و در این زمینه مقررات در مغایرت با این کوترمز داشته باشه و طرفین به مقررات بین المللی کالا هم استناد کرده باشن. خب سوالی که گفتیم مطرح میشه اینه که کدام یکی از این اصطلاحات از این مقررات مدار اعتباره؟ به صورت کلی میتونیم بگیم وظیفه قاضی هست که با توجه به اوضاع احوالی که وجود داره در قرارداد و با توجه به آنچه که از طرفین قرارداد میشنوه بیان بکنه که کدام یکی از مقررات حاکم بر قرارداد. اما به عنوان یک قاعده کلی میتونیم بگیم که شرایطی که به صورت خاص در یک قرارداد پیش بینی میشه نسبت به شرایط عامی که در قراردادهای مختلف مورد ارجاع قرار میگیره ارجحیت داره. با توجه به اینکه این کوترمز بر مقررات ناظره که با حقوق و تعهدات طرفین در خصوص تحویل و تحول کالا مربوطه، لازم میتونیم بگیم که در این سوال ما اگه در ارتباط با تحویل کالا اختلاف نظری بود، قواعد در حقیقت اینکوترمز حاکمه، چرا که اینکوترمز به صورت مشخص و خاص در زمینه تحویل کالا قواعدش رو مطرح میکنه. ولی باز هم میگیم که این مسئله در صلاحیت قاضیه. مهمترین مسائلی که در این کوترمز بیان میشه بحث انتقال مخاطرات و زمان کالا از بایع به مشتریه، بحث حمل و نقل و پرداخت هزینه های حمل و نقل، مسئله بیمه کالای فروخته شده که مثلا هزینه از او به عهده چه کسی قرار میگیره. دیگه بحث مجوزهای صادرات و واردات و پرداخت عوارض و گمرکی که به عهده مشتری است یا خریدارش است، این مسائل مطرح میکنه. بحث بسته‌بندی و علامت گذاری کالایی که از مکلفیت های در حقیقت خریدار یا فروشنده، این مسائل مطرح میکنه. چند نکته لازمه که یادآوری بشه اینه که این کوترمز به صورت سنتی ناظر بر قراردادهای بیع بین المللی کالای، اما در سال 2010 صراحتاً قید شد که میتونه بر قراردادهای داخلی هم استفاده بشه. قبلا گفتم که در حقیقت این کوترمز در تجارت بین المللی خیلی رایجه، اما ممانعتی هم وجود نداره که در قراردادهای داخلی استفاده بشه. این کوترمز بر قراردادهای بیع کالای، لذا در قراردادهای خدمات استفاده نمیشه و شامل نمیشه. و دیگه اینکه در مواردی استفاده میشه این کوترمز که
مبی کالای مادی باشه. لذا اگه خرید و فروش نرم افزار باشه یا بحث سهام باشه یا اوراق بهادار باشه، چرا که کالای مادی در بین نیست، قرارداد بحث اصطلاحات اینکوترمز شامل نمیشه. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که رابطه اینکوترمز با بیع بین المللی کالا چیه؟ با یا قواعد بیع بین المللی کالا چی هستش؟ اینکوترمز بخش کوچکی از قرارداد رو استاندارد میکنه. با عنوان مثال گفتیم که بحث در حقیقت تحویل و تحول کالا رو شامل میشه. اما خب بیع بین المللی کالا مسائل و مطالب مختلفی رو در بر میگیره. اینکوترمز قبل از کنوانسیون به وجود آمده، بنابراین کنوانسیون سعی کرده که زیاد وارد موضوعات نشه. دلیل اون همین بوده که اینکوترمز در حقیقت نیاز به انعطاف داره و از طریق تجدید نظرهای اتاق بازرگانی بین المللی این تجدید نظرها راحت تر به دست میاد، در حالی که اگه در قالب کنوانسیون می بود این تحول در حقیقت تحول در اینکوترمز امکان پذیر نبود یا حداقل به سختی امکان پذیر بود. بنابراین ما میتونیم بگیم که رابطه اینکوترمز با کنوانسیون بین‌المللی کالا در این هست که اینکوترمز در حقیقت میاد یک بخش کوچکی از بیع کالا رو در بر میگیره که همون بحث حمل و نقله، و دوم این که کنوانسیون بین‌المللی کالا زیاد وارد بحث تحویل کالا نشده و اون رو بیشتر به اینکوترمز واگذار کرده، و دلیل اون هم این بوده که اینکوترمز در حقیقت میتونه اگه به همین شکل باشه در توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی به راحتی با توجه به نیازهای روز تغییرات پیدا کنه، در حالی که در قالب کنوانسیون خب تغییرات در او به نوعی سخت. اما اصطلاحات حمل و نقل عمومی، این اصطلاحات مطابق به اینکوترمز 2010 7 اصطلاحی که برای هر نوع وسیله حمل و نقل هم از زمینی، هوایی، دریایی اینها یا حمل مرکب میتونه مورد استفاده قرار بگیره. اما اصطلاح EXW یا تحویل در محل کار زمانی محقق میشه که فروشنده کالا در محلی که بعد از اصطلاح EX استفاده میشه میتونه کالا رو در اختیار خریدار قرار بده، که ممکنه کارخونه باشه یا ممکنه کارگاه باشه یا محل انبار باشه یا هر چیز دیگه. بنابراین در اصطلاح EXW تحویل کالا در محلی به وجود میایه که بعد از اصطلاح EX استفاده میشه. اما وظایف فروشنده و وظایف خریدار در اصطلاح EXW چه خواهد بود؟ وظایف فروشنده ای هست که کالا رو مطابق قرارداد فروش و همراه با هر گونه مدرک مطابقت کالا که ممکن است قرارداد ایجاب بکنه که فراهم بکنه. بنابراین باید کالا رو همراه با مدرکی که در قرارداد قید شده به خریدار تحویل بده در مکانی که در بعد از اصطلاح EX قید شده. کالا رو در زمان مقرر در اختیار خریدار بذاره. در اینکوترمز EXW بحث بسته‌بندی کالا هزینه از او به عهده خریداره. هزینه هر گونه عملیات کنترل برای گذاشتن کالا در اختیار خریدار به عهده فروشنده است. ببینید بحث عملیات کنترل ممکنه در ارتباط با کیفیت کالا باشه یا تحویل کالا در مطابقت با اون چی که خریدار خواسته، تمام اینها کنترل از او به عهده فروشنده و خریدار در اون دخیل نیه. کلیه خطرهای احتمالی و مخارج کالا تا زمانی که کالا در اختیار خریدار قرار بگیره به عهده فروشنده است. به عنوان مثال اگه قبل از تحویل کالا مثلا کالا خراب میشه یا اینکه آسیبی به اون میرسه، تمامی مخارج از اون به عهده فروشنده است. و بحث اسناده که باید اسناد رو در اختیار خریدار قرار بده.
اما بحث بعدی ما وظیفه خریداره. خب در این قبال خریدار چه وظیفه رو به عهده داره؟ اینکه کالاها به محض اینکه در زمان و مکان پیش بینی شده در قرارداد در اختیار او گذاشته بشه، بعد اونها رو تحویل بگیره. با عنوان مثال فرض میکنیم که فروشنده کالا رو آماده کرده، خب انبار از او هم پر از کالای خریدار کالا رو تحویل نمیگیره. این نوع به نوعی تخطی از قرارداد محسوب میشه. زمانی که در زمان مقرر باید خریدار کالا رو تحویل بگیره تا از طریق ضرری به فروشنده وارد نشه. بعد از اینکه کالا رو تحویل گرفت، از زمان تحویل کالا تمامی خطرها و هزینه‌های احتمالی به عهده خریدار خواهد بود. ما گفتیم که قبل از تحویل کالا به عهده فروشنده، اما بعد از او به عهده خریدار خواهد بود. و بحث حقوق گمرکی هم و مالیات هم به عهده خریداره. بهای کالا باید به محض تحویل اونها پرداخت بشه، مگر اینکه خب شرط دیگه در قرارداد قید بشه. در قراردادی که در حقیقت تحویل کالا در محل کارخانه هست، گاهی اوقات اختلاف بر سر اینه که چه کسی موظف مخارج بسته‌بندی کالا رو بپردازه. ما در مقررات ایندیکاتورز در قبلا هم بیان کردیم که فروشنده متعهد به بسته‌بندی کالا. در اینجا قید کردیم که اگه فروشنده مکلف به بسته‌بندی کالای و مخارج از او به عهده میگیره، بنابراین اگه که حتی در محل کارخانه هم قرار بود کالا تحویل بگیره، باید فروشنده او به نحو احسن بسته‌بندی بکنه و در اختیار خریدار قرار بده. خب این مقررات کوتاه در ارتباط با EXW یا اینکوترنز EXW بود. انشالله اصطلاحات بعدی در جلسات بعد مطرح میشه. امیدوارم که مفید بوده باشه برای شما. موفق و پیروز باشه.